دوستان عزیز با آقای امیر حسین لادن هستیم که ایشون محقق هستن، نویسنده هستن و چندین کتاب نوشتن. یکی از کتاب‌ها که ما اینجا چند نسخش هم داریم، اگر شما حمایت کنید برای شما ارسال میکنیم، این هست خدا سالاری و درماندگی. ولی صحبتی که امروز ما قرار هست با ایشون انجام بدیم، دنباله اون بحثی هست که خمینی دیگران رو فریب داد، من جمله آقای عبدالعلی بازرگان. اگه اشتباه نکنم پسر ایشون توی کالیفرنیا هستن. شما هیچ وقت با ایشون دیداری، صحبتی داشتید؟ نخست این که شما گفتین عبدالعلی بازرگان، مهدی بازرگان. آهان، پس این پسرش عبدالعلی. عبدالعلی پسر ایشونه. و در پاسخ به اینکه من با ایشون رابطه دارم، بله با ایشون رابطه دورادور داریم و کتاب برای همدیگه میفرستیم و گفتگوی ایمیلی. این خیلی جالبه. آمریکایی‌ها میگن I don't know him, I know of him. اینه به فارسی باید چی بگیم؟ همین رابطه دورادور، یا من مثلا با میشناسمشون ولی دوست نیستیم، یا کاملا. اوکی. دوستان عزیز، آقای امیر حسین لادن برنامه هفته قبل هم روی فیسبوک هست، روی یوتیوب هست، میتونید اونجا تماشا کنید و من بعد از صحبت با ایشون لینکی رو به شما نشون میدم که تمام ویدیوهای ما اونجا هست و دیگه لازم نیست مثل قدیم برید سوربی با مردم، اون رو فیسبوک یا بگید من براتون بفرستم یه جایی نگه دارید، سیوش کنید، همیشه میتونید اونا رو نگاه کنید. در صحبتایی که با شما داشتیم، شما به آقای مهدی بازرگان و تجربهش در مورد انقلاب و شما یا احتمالا خود ایشون کلیم کرده یا ادعا کرده که انقلاب 57 یک انقلاب مردمی بود، خمینی اون را به کجراهه کشند و انحصار طلبی و تمام خواهی ملاها فقاهتیش کرد. در رابطه با تمام خواهی ملاها، وقتی من صحبتم با شما تموم شد، یک ویدیویی رو نشون میدم که درست یادآور سال 1157 هست و به نظر میرسه که یک گروه های منسجم شدن، شعارهایی رو که از پیش نوشته شده میگن و مردم هم تکرار میکنن، یکی از اونا همینه. یادتونه میگو ای شاه ایران آواره گردی، اینجوری با همون ریتم با همون تم میگه که اشرافیت دشمن نمیدونم این انقلاب است و بعد به مسئولین هم اخطار میده. دوستانی که روی فیسبوک میتونید حتما این رو از روی صفحه من یا روی صفحه مردم تیوی نگاه کنید، اونایی که نمیتونید من بازم ریسک میکنم این رو روی یوتیوب نشون میدم، امیدواریم یوتیوب یقه ما رو نگیره. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار آقای لادن. آقا خیلی خوش آمدید، بفرمایید و امیدوارم خستگی واشنگتن از تنتون بیرون رفته باشه، ولی هوای خوبی بود. من برعکس فکر میکردم خیلی بارون و طوفان اینا، شما که آمدید هوای خوبی بود. بفرمایید. درود بر شما و درود بر بینندگانتون. سپاسگزارم که زمان داریم با هم یه گفتگوی داشته باشیم. شما در اول اشاره کردین به این که بازرگان ادعا میکنه که یا من از قول اون، هرچی که امروز در موردش صحبت میکنیم در اسناد و بر اساس کتابهایی که در این رابطه هست و اینکه برای آگاهی بینندگان، من فکر میکنم هیچ کس به اندازه مهدی بازرگان به جریانات ملی مذهبی نزدیکتر نیست و هیچ کس به خمینی و انقلاب و اینکه چجوری این انقلاب یک مسیر دیگری رو طی کرد هیچ کس نزدیکتر و شاهدتر و شاهد درون مسائل نیست. و ما حالا میبینیم این ادعایی که من الان به قول شما کردم با هم مرور میکنیم. اگه نگاه بکنیم به زندگی سیاسی بازرگان خیلی خلاصه، بازرگان با تشکیل دولت مصدق وارد سیاست شد. توی کابینه اول معاون وزیر فرهنگ بود و بعد از اون شد رئیس هیئت خلعیت از شرکت نفت انگلیس و در پایان
اولین شبکه لوله کشی آب تهران رو تأسیس کرد. 11 سال پس از کودتای 28 مرداد در دادگاه نظامی که ایشون رو به 10 سال زندان محکوم کرد، به رئیس دادگاه که اون موقع بود سرلشکر قره‌باغی میگه که ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون و با شیوه مسالمت‌آمیز با شما سخن میگوییم. با خاموش کردن ما ملت خاموش نمی‌شود، بلکه با زبان دیگری با شما سخن خواهد گفت. میخوام یه بخش کوتاهی از کتاب خداسالاری که در مورد بازرگانه برای بینندگانتون بخونم. مهدی بازرگان در نیمه دوم قرن بیستم هم شاهد مهمترین وقایع کشورمان بود و هم مسئولیت و نقش سیاسی داشت. در جنبش ملی شدن صنعت نفت و جبهه ملی از یاران وفادار جنبش و مصدق بود. او همراه با آیت الله طالقانی، یدالله صحابی، نهضت آزادی ایران را بنیان کرد و بعد از انقلاب ملت ایران اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی بود. بازرگان پس از مدتی کشمکش با ملایان معترضانه استعفا داد. عده‌ای معتقدند که اگر بازرگان زمانی که خمینی 180 درجه تغییر جهت داد و به جای مجلس مؤسسان مجلس خبرگان را برپا کرد استعفا می کرد، تبدیل می شد به یک سمبل استوار اعتراضی و قهرمان ملی. ببخشید. بازرگان با گنجاندن برخی مواد اسلامی در قانون اساسی مخالف بود. با اعدام شخصیت‌های رژیم پیشین بدون محاکمه مخالف بود. پیشنهادش برای همه پرسی، برای اون رفراندوم خمینی، جمهوری دموکراتیک آری یا نبود، که خمینی در پاسخ گفت فقط یک کلمه: جمهوری اسلامی آری یا نه. در پی اشغال سفارت آمریکا به نشانه اعتراض از نخست وزیری استعفا داد. گفتم همه چی بر اساس اسناده. الان میریم سراغ کتاب انقلاب در دو حرکت که نوشته مهندس مهدی بازرگان. بازرگان در مورد تلاش‌های پیش از انقلاب می‌نویسد: گام جسورانه و مبتکرانه‌ای که در آغاز سال 56، یعنی نزدیک به یه خود کمتر از 2 سال پیش از سرنگونی شاه، میگه یک گروهی از میلیون مسلمانان و دیگران روشنفکران آزاد و سوسیالیست ها تأسیس کردیم به نام جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، در پشتیبانی از مبارزین و زندانیان و پیشبرد مبارزات مشترک. یعنی منظورش اینه که تکروی نمی کردیم، سعی می کردیم همه در داخل این حرکت باشن. در ادامه میگه که یک اعلامیه‌ای نوشته شد در مورد نابسامانی ها و یک موضع صریح علیه شاه. قرار بود این نامه رو افراد معروف و شخصیت های موجه امضا و منتشر کنند. بازرگان میگه که چون 3 تن از رهبران جبهه ملی حالت شخصی به این دادن، میگه یدالله صحابی، نزیه و من از امضاش خودداری کردیم. برای آگاهی بینندگان، منظورش از این نامه همون نامه‌ایه که سنجابی و بختیار و فروهر به شاه نوشتن. پس از انتشار این نامه، بازرگان میگه ما دست زدیم به وجود آوردن یک تشکیلات دیگری که باز از گروه‌های متفاوت دعوت کردیم که در این شرکت کنن، و میگه این زمانش بود اردیبهشت 57، یعنی فرض کنین 10 ماه پیش از سرنگونی شاه، 9 ماه پیش از سرنگونی شاه. و میگه در این گروهی که ما تشکیل دادیم، روحانیت مبارز از مشارکت خودداری کرد و یکی از این
آقایون، منظورش یکی از این روحانیون اومد بهش گفتش که علت این که ما مشارکت نکردیم اینه که این آقایی که داری حرف میزنه دوست مظفر بقاییه و میگه دلیلش این بود که بعضی از شما طرفدارای مصدق هستین و مطلقاً تسلیم خمینی نیستیم. خب اینجا میبینیم که کمبودای فرهنگیمون داره خودنمایی میکنه، یعنی اگر تسلیم نیستی و با ما نیستی ما با تو نیستیم. و اما شاه به دنبال اعتصابات سراسری ناچار میاد به صحنه تلویزیون و اون توبه‌نامه و تعهد و سوگندنامه رو برای نجات خودش و سلطنتش برای مردم میخونه. میخوام چند تا خط از اون رو با هم دیگه مرور کنیم برای که ربط داره به گفتگومون. میگه: من آگاهم که به نام جلوگیری از آشوب و هرج و مرج این امکان وجود دارد که اشتباهات گذشته و فشار و اختناق تکرار شود. من آگاهم به نام مصالح و پیشرفت مملکت و با ایجاد فشار این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود. من به نام پادشاه شما بار دیگر در برابر ملت سوگند یاد می کنم، متعهد می شوم که خطاهای گذشته هرگز تکرار نشود. متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش یک دولت ملی برای آزادی های اساسی و انجام انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی به صورت کامل به مرحله اجرا درآید. من نیز پیام انقلاب شما را شنیدم. مژدگانا که گربه عابد شد. البته میشه گفت این نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود. فقط یه چیزیه، شما حتما اینو شنیدید و خود من تو این برنامه ها آقای احمدعلی مسعود انصاری چندین بار گفته که شاه به خاطر این نوشته هم به اونایی که نوشته بودن دعوا کرده، هم به خانم فرح دعوا کرده و بعدن معلوم شده که این کار آقای حسین نصر بوده و اون آقای قطبی. و نظر شما در این باره چیه که شاه آمده و یک نامه ای رو میگه، حتی قبل از برنامه چند بار گفته بوده خب بدید به من بخونم، نداده بودن، بعد وقتی دادن خونده. اگه اون ویدیو رو هم شما نگاه کنید وقتی میخونه یه جا مکس میکنه، مثل که نمیدونم شما اون ویدیو رو دیدید احتمالاً. بله کاملا. ببینین این از اون حرفاست که توی دکون هیچ بقالی پیدا نمیشه، یعنی از این بی اساستر و بیهوده تر چیزی وجود نداره. مگه امکان داره؟ ببینین جناب سروی، شما شاه مملکت نیستی، مسئولیت یک کشور رو نداری، تمام قدرت‌ها و ابزارهای کنترل تو دستت نیست. حاضری من یه چیزی بذارم جلوت یا یه نفر یه چیزی بذاره جلوت بخونی؟ نه، من اینو با آقای شخصاً امکان ندارم چی کاری بکنم. بله، من اینو با آقای علی سرشار بهش نگفتن و اینا همش داستانه. این یه خورده به نظر من اصلا منطقی توش وجود نداره، یعنی حرف دیگری ندارن بزنن که شاه اومده میپذیره که همه چی اشتباه بوده. خب مسلمه که طرفداران سلطنت نمیتونن اینو قبول کنن. یعنی میشه اینو گذاشت به پای اینکه دوستان یا طرفداران پادشاهی یا سلطنت چون همیشه باور دارن که شاه خوب بود، نابغه بود، اطرافیانش به اصطلاح فاسد بودن، این رو هم میخوان بندازن گردن اطرافیان. و من این رو قبول دارم که هر کسی کاغذی میدن دستش حتی اگه یه جمله رو بخونه بعد وقتی دید اشتباهه یا موافق نیست وای میسه میگه نه اینو به اصطلاح پس میده و اینها. اجازه بدید من اینو از شما سوال کنم، چون یه صحبتایی بود که هنوزم حتی میگن که مثلا ساواک از بین نرفت و آخوندا با زرنگی خاصی اینو تبدیل کردن به ساواما و افرادی رو که اونجا بودن نگه داشتن و حالا یه عدهشون رابطه داشتن، فامیل داشتن. خود آخوندا چون با ساواک بودن میخواستن گندشون بالا نیاد. اینی که دو سه ماه آخر حکومت شاه ماجرای ساواک و خمینی و اطرافیانش، یزدی، قطب‌زاده، آقای بنی صدر و نقشایی که اینا داشتن و ضمناً اینکه بازرگان
نقش کمونیستا و گرفتن سفارت رو چگونه میدیده یا جای ازش صحبت کرده. و من اینو خدمت شما بگم، چون من 5 سال بعد از انقلاب ایران توی ایران بودم و اون موقع محیط بازی درست شده بود، ضمن اینکه روزها جلو دانشگاه و این ور اون ور کتاب میفروختن و صحبت میکردن و بحث میکردن، شبها این آقای مهدی بازرگان میومد توی تلویزیون و برای مردم صحبت میکرد و اصلا معروف شده بود که آقای بازرگان میاد قصه های ملا نصرالدین میگه، از اینکه با بنزش مثلا نمیره، با اتوبوس واحد میره، اینا رو صحبت کرد. چرا آقای بازرگان که این ایرادی که من با آقای بنی صدرم شخصا گرفتم 2 سال پیش که فرانسه بودم، با ایشون صحبت کردم و گفتم که شماها میدیا دستتون بود و مردم اون موقع سریال های ترکی نگاه نمیکردن، مردم همه هیجان زده تلویزیون ایران رو نگاه میکردن. چرا مردم رو در جریان نگذاشتین؟ این چرا رو من میخوام از شما بپرسم. چرا آقای بازرگان نیومد بگه منظور من 12 فروردین رفراندوم جمهوری اسلامی آری یا نه نبوده و میخواستم جمهوری دموکراتیک ایران باشه یا جمهوری دموکراتیک؟ چرا این فرصت رو از دست داد؟ بفرمایید. همینطور که پیش از این طرح این پرسشتون اشاره کردم، باور من و خیلی ها این بود که بازرگان اول میبایستی این کار میکرد و حتی اون موقع که استفادات باید میگفت ما رفتیم انقلاب کردیم، حالا بعدن هم اینجا میبینیم، برای عدالت، برای آزادی، برای اینکه همه مردم در سرنوشتشون شریک باشن، سهیم باشن، یعنی برای ارزش و اعتمار مردم انقلاب کردیم. و اینی که همه چی داره میره تو دست روحانیت و ملاها و داره میکشه به کجراهه، من به این دلیل دارم استعفا میدم. اگر چنین کاری میکرد، یا همون شب میکشتنش میشد قهرمان، و اگرم نمیکشتنش اسمش برای ابد جاوید میشد. این مشکل و این پرسش باقی است. فراموش نکنیم که همه حاضر نیستن چنین گامی بردارن و این شهامت رو داشته باشن. اجازه بدین در پاسخ به این راجب ساواک، اینی که ساواما ادامه ساواکه و بیشتر اون متخصص ها اینها ادامه داشتن و همینجور که میدونیم ارتش بود فردوس با اینا بود تا مرد، اون شکی درش نیست و یعنی یک ادامه‌ای در سیستم در پشت پرده وجود داشت. و اما گزارش ساواک چند هفته قبل از سرنگونی شاه به مقامات نظامی و اطلاعاتی آمریکا خیلی جالب، 2-3 خطش رو براتون میگم. یکیش اینه که میگه که مشکل تظاهرات فعلی در این است که کمونیست ها و مذهبیون مخلوط هستند و این دو گروه پای جوان ها را نیز به میان کشیدن. در گزارش میگه فقط 5% مردم فعال مملکت تهدیدی برای رژیم به وجود می آورند، 95% دیگر سالم هستند. میگه خمینی در پاریس تحت تأثیر یزدی و قدزاده قرار دارد و این دو او را هدایت می کنند. اعلیحضرت مایلند که دموکراسی واقعی در کشور برقرار شود و به اشتباهات خود نیز در گذشته وقوف کامل دارند. این باز پاسخ اون مزخرفاتیه که یه عده میگن شاه اون نامه رو نمیدونست، دنبارش رو نخونده بود. ساواک داره اعلام میکنه که اعلیحضرت به اشتباهات خود در گذشته وقوف کامل دارن و از این رو میخواهن یک دولت ملی در مملکت ایجاد شود. مقام آمریکایی میپرسه آیا جبهه ملی با اعتدالیون مذهبی یا با میان روها موافقت خواهند کرد که یک دولت اسلامی ملی تشکیل دهند؟ اینو بخوام مذهبیون و اسلامگراها توجه کنند به این پاسخ. رئیس ساواک میگه مذهبیون ما را با کشیش های مسیحی مقایسه نکنید،
این 10-12 نفری که در این کشور مقام روحانی بالایی دارند بضاعت علمی ندارند و با این ترتیب نمی توانند در کنار جبهه ملی مملکت را اداره کنند. در ادامه میگه که نفوذ خمینی نیز به خاطر عمامل و لباس روحانی با میمزن میخوام یا تقوا و پرهیزکاری و یا ملت دوستی اونیست. خیلی جالبی، نفوذ خمینی به خاطر عمامه و لباس روحانی یا تقوا و پرهیزکاری و یا ملت دوستی اونیست. این جمله بعدی قابل توجه سلطنت طلبان. مشکلات مملکت است که از خمینی یک آدم با نفوذ ساخته. و اما بازرگان می نویسه که سپهبد ناصر مقدم رئیس ساواک بوده در اون زمان، میگه اومد به دیدار ما، منظورش از ما سباقیان، مقدم مراقعی، مانیان و خود بازرگان در زندان و میگه که با من مذاکره میکنه، یعنی با بازرگان، و به بازرگان میگه که شاه میگه اکنون اعلیحضرت به گفته سابق شما رسیدن که شاه در حکومت مشروطه باید سلطنت بکنه. بازرگان میگه من بلافاصله بهش گفتم که ولی متاسفانه دیر شده. بعد راجع به پیام تلویزیون شاه میپرسه، میگه نظر شما چیه؟ میگه اگه من معلم زبان فارسی بودم بهش میدادم 17، ولی از نظر اصل مطلب اثر و عمل باید یه داستانی رو برای شما تعریف کنم. میگه که در یه روز برفی و سرد زمستان صیادی که مرغان هوا رو شکار میکرد سر میبرید و آمادهشون میکرد، در اثر شدت سرما از بینی و چشاش همجور آب میومد. جوجه گنجشکی که زیر بال مادر از لانه بالای درخت تماشا میکرد میگه ما را باک از این مرد نیست، زیرا آدم دل‌رحم و گریانیست. مادر گفت فرزند عزیزم به چشمانش نگاه نکن که اشک می‌ریزد، دستهایش را ببین که خون می‌چکد. بعد بازرگان میگه تیمسار بدون یک کلام حرف راش پیشید رفت. بازرگان در مورد مصاحبه‌های خمینی در پاریس میگه علتی که به نظر من این مهمه اینه که چجوری اکثریت ملت باورشون شد که خمینی میخواد یک کار مثبتی بکنه. این چند خط از اون مصاحبه هاست. مردم از اختناق و خیانتهای 50 ساله به جان آمدند و برای مطالبه حقوق اولیه خود قیام نمودند. برنامه ما تحصیل آزادی و استقلال است. تشیع زنان را از صحنه زندگی اجتماعی طرد نمی کنند، بلکه آنان را در جایگاه رفیع انسانی قرار می دهند. دولت اسلامی یک دولت دموکراتی به معنای واقعی است. هر کس می تواند اظهار نظر کند. در آخر میگه من هیچ فعالیت در دولت ندارم و نقش هدایت را دارم. من شخصا بر این باورم که بازرگان مانند اکثر مبارزان، تلاشگران، روشنفکران و در پایان مردم در این توهم بود که خمینی راست میگه، حقیقت رو داره میگه. و اما شاه رفت، خمینی بازگشت، بازرگان نخست وزیر موقت شد، مردم در رفراندوم جمهوری اسلامی با 98.2% به تغییر رژیم رأی دادند. بازرگان در مورد رفتار خمینی و یارانش با دولت موقت، دولتی که تازه به وجود آمده، می نویسه میگه آنچه در فرمان نیامده، منظورش از فرمان نخست وزیری، چون بهش گفته بودن که چه کارهایی باید انجام بدی در چه چارچوب، میگه آنچه در فرمان نیامده و خواسته نشده، این
چند تاست؟ چهار تاست. قاطعیت، خصومت، تضاد و طرد و تخریب. میگه این کاریه که خمینی و یارانش با دولت میکرد. تبلیغ اسلام و اجرای شریعت به عنوان برنامه حکومت، صدور انقلاب و درافتادن با کفر و استکبار جهانی، و چهار، نجات مستضعفین جهان و کفرستیزی. بازرگان می نویسه که این ادعاها و حرکات خمینی و یارانش کاملا در تضاد با مأموریت و برنامه دولت موقت. دیگه در پی پیروزی انقلاب، اختلافات، این خیلی جالبه، بر سر تقسیم غنایم و مقامات، حسادت و کارشکنی، فرصت طلبی و انتقام جویی چنان در دلها رخنه کرده بود که راه‌های منطقی و معقول و مشروع حرکات زنده انقلابی تلقی می‌شدند. و اما میگه انقلاب ما در مقایسه با انقلاب‌های دیگر دو برجستگی داشت. یکی این که واقعا ملی و جوشیده و در برگیرنده تقریبا کلیه طبقات و صفوفات جامعه بود، برخلاف آنچه بعداً اصرار ورزیده میشد، اختصاصی طبقاتی نبود و از یک فرد یا یک حزب تحمیل و ترغین نشده بود. یعنی چی؟ یعنی یک انقلاب مردمی بود، ربطی به ملاها و خمینی نداشت. پیدایش این گفت دو چیز برجسته، دومیش اینه، پیدایش و پیروزی انقلاب علارغم تردیدها و پافشاری‌های بعضی که آن را خاصه و ساخته سیاست‌های مرموز پشت پرده خارجی عنوان می‌کنند، یکی از اونا خود شاه بود در کتاب پاسخ به تاریخ، میگه مدیون عوامل محلی و ملی است، یعنی مربوط و متعلق به خودمون. اکثر اینی که من میگم اینجا دیگه نوشته بازرگان نیست، اکثر ایرانیان آزادی خواه و عدالت طلبی که سالها با حکومت خودکامه فردی شاه مبارزه کردن، با این دید و برداشت که انقلاب 57 یه انقلاب مردمی بود و ملی و دموکراتیک همراه هستن. در اینجا یه داستان جالبی هست که محمد هیکل که میدونیم که وزیر امور خارجه عبدالناصر بود، به دعوت خمینی میره پاریس و باهاش گفتگوی میکنه. خمینی بهش میگه که دوران ناسیولاریسم سر آمده، آینده از آن اسلام است. هیکل میگه مذهب به نظر من نقش توپخانه رو داره، شما از همینجا، یعنی از پاریس، میتوانید رژیم شاه را بمباران و متلاشی کنید، ولی برای تصرف کشور و حاکمیت خود احتیاج به پیاده نظام داریم. پیاده نظام انقلاب یا تغییر دهندگان اوضاع روشن فکرانند، سیاسیون و مهندسین و کارشناسان و مدیران. خمینی نظر میمان خودش رو تایید میکنه و اضافه میکنه که من ادعا نمی کنم که یک انقلاب اسلامی رو ملاها و رهبران دینی جامعه اداره نمایند و می دانم که انقلاب نیازمند کسانی است که شما می گویید، ولی در ایران قادر است میان فرزندان خود مسلمانان ارزنده ای را که در بهترین دانشگاه های غرب تربیت شده اند برای کارهایی که منظور نظر شماست تجهیز شود. این نوشته، این داستان از کتاب US Policy and Hostage Crisis، یعنی سیاست ایالات متحده و گروگانگیری، نوشته پیر استرسنجر. بازرگان در مورد اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری میگه که ورود آشکار اهداف و افکار چپ و نفوذ سریع و وسیع مارکسیست در گروه‌های مذهبی و مکتبی همراه با تندی و تلخی و توهین و تهمت 180 درجه در خلاف وحدت و صمیمیت حرکت اول
منظورش از حرکت اول انقلاب مردمی بودش. میگه اوج این جریان در افشاگری های دانشجویان خط امام مشاهده شد که مورد تأیید و ترغیب توده‌ای ها مارکسیس ها قرار گرفت. اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری از بقای برجسته حرکت دوم، این زمانی که انقلاب مردمی داری میره به طرف انقلاب اسلامی، به شمار می رود. این حرکت موجب جدایی بیشتر دولتیان مخصوصا بنی صدر و قدس‌زاده با متولیان روحانی گردید که نقطه نهایی آن عزل اولی و اعدام دومی بود. منظورش بنی صدر و قدس‌زاده است. بازرگان می نویسه که تأثیر خارجی و تکانهای بین المللی گروگانگیری که 444 روز به طول انجامید فوق‌العاده گران و گسترده بود. محمد هیکل که دربارش گفتگو کردیم هم طرفدار جنبش ملی کردن نفت بود و هم طرفدار انقلاب 57. این سه هفته پس از گروگانگیری میاد به تهران به دعوت دانشجویان خط امام که میخواستن بشنن این چه قضاوتی داره در مورد این حرکت، میره به دیدارشون در سفارت. هیکل عمل دانشجویان رو تأیید نکرده، آن را اقدام خطرناک و مخالف توسعه و توفیق انقلاب میبینن و یک حرکت قهقرایی وصف میکنن. میگوید انقلاب ایران در آغاز یک نهضت انسانگرانه جهانی اومانیست بود، حالت اسلامی پیدا کرد، یعنی سقوط محدود به انقلاب اسلامی ایران شد، یعنی باز سقوط کرد و در سرانجام به یک انقلاب ساده شیعی منتهی شد. به دانشجویان میگه که شما با اقدام اخیر خود را از جهان انسانها جدا و در چهار دیواری کشورتان محبوس ساختید. اشغال سفارت و گروگانگیری، مذاکرات غیر مستقیم پشت پرده با اون زد و بندهای محرمانه ادامه داشت تا اینکه یک هیئتی که هیئت بین‌المللی که با ایران نظر دوستی داشت میاد که وسایلی فراهم کنه که این موضوع با نتیجه مطلوبی به پایان برسه، ولی میگه که بدبینی و سرسختی دانشجویان این مسئله رو با نتیجه معکوس روبرو کرد و با این رفتار امکان استفاده و بهره برداری از دست ایران خارج شد و سرانجام با قبول بیانیه سردست پا شکسته و دستپاچه الجزیره گروگانها به زیانبارترین شرایط تحویل داده شدن. و میگه برای مثال فقط یه رقم، دریافت 2.88 میلیارد از 11 میلیارد و چند صد میلیون دلار موجودی ایران در بانک های آمریکا بود. و اینجا میرسیم به اون بخش بسیار مهم گفتگوی امروز. بازرگان در مورد انقلاب مینویسه به همان نسبت که پیروزی من برق آسا و عظیم بود، تحولات بعدی که نامش را تداوم انقلاب گذاشتن سریع و وسیع انجام گرفت. این دو سخط رو امیدوارم بینندگان کامل بهش توجه کن. میگه از جهاتی نیز انقلاب علیه انقلاب شد و بسیاری از آنچه در حرکت اول یعنی انقلاب مردمی سبب وحدت شده بود، مانند ملیت، انسانیت و آزادی خواهی، بهانه و وسیله ای شد برای تهمت و تحریف و تحاسم. در بعد میگه که در مورد انقلاب، در انقلاب و تغییر مسیر، بازرگان میگه عنصر مذهب به جای ملت و مملکت اولین تمایز و توسعه خط مشی امام نسبت به حرکت اول بود. میگه توجه خاصش رفت به
اسلام و مسلمین و کنار گذاشتن یا فرعی شناختن ایران و ایرانیان. میگه اختلاف بین ایشان یعنی خمینی و پیروان و نزدیکانش با ما یعنی بازرگان و دولت و اطرافیانش، و میگه حتی کسانی که اکثریت مبارزان سالیان گذشته شرکت کنندگان در راه پیمایی ها و حرکت اول یعنی انقلاب مردمی، یکی از حساس ترین عوامل سرنوشت ساز انقلاب ما بود، منشأ و مبین اختلافات و مسائل بعدی. میگه نتیجه این روش یا هدف دوم چهار تاست: یک، نفی ملیگرائی و ملیون و یک نوع نهضت ضد ایران. دو، مکتبگرائی و انحصارگری. سه، صدور انقلاب و اسلام. چهار، اداره امور کشور و اجرای برنامه‌های عمومی به دست روحانیت و فقها. میگه هدف دولت موقت خدمت به ایران از طریق اسلام بود، در حالی که آقای خمینی خدمت به اسلام از طریق ایران. سپاسگزارم. ممنونم از شما دوستان. من فیسبوک آقای لادن رو هم نشون دادم، وبسایت ایشون هم هست اندیشکده.net و میتونید از این طرق باشون تماس بگیرید. اگر سوالی دارید سوالتون رو مطرح کنید، اگر میخواین پیام بذارید شماره تلفن ما رو استفاده کنید 202-695-2573. حاصل این صحبت ها این بود که اگر اون انقلاب اولی مردمی که حتی مذهبیون هم داخلش بودن ادامه پیدا میکرد، این ضدیت نهضت ضد ایرانی را نمیافتاد، مخصوصا در همون میدل ایست که الان به اصطلاح بدترین دشمنای این حکومت جمهوری اسلامی همون مسلمانایی هستن که اینا میخواستن اسلامو بهشون صادر کنن. ممنونم. اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه امیدوارم که بازم در برنامه‌های آینده با شما باشیم. سپاسگزارم، براتون آخر هفته خوبی را آرزو می‌کنم. بسیار ممنون.